Evet. Not everything goes as planned. Get your peace of mind with Inchiffin Travel Insurance. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز در اقصا نقاط دنیا، نه فقط در تورنتو و کانادا. امیدوارم که شاد، سلامت، تندرست و با آرامش زندگی کنید. خب طبق روال برنامه‌مون گذری میزنیم به مطالبی که در هفته پیش در واقع در مجلات هفتگی به عبارتی راجب صحبت‌هایی شده و در این خصوص با توجه به در واقع نیازهای عمومی که به نظر میرسه در بخش بیمه سلامت میتونیم نیاز داشته باشیم که بعضاً بعضی چیزاش مربوط به یک منطقه خاصی ممکنه نظر پوشش باشه، ولی بعضی میتونه به شکلی جهان شمول به عبارتی باشه، تمام دنیا رو شامل بشه، مواردی صحبت کنیم. همونجوری که مستحضر هستید، فعالیت شرکت ما در بخش‌های مختلفی نظیر بیمه‌های مسافرتی هست و بیمه‌های تکمیلی، بیمه هایی که افراد بعد به ورودشون به کشور وارد می شوند. اینها همش این بخشی که داریم صحبت می کنیم یک بخشی هست که مربوط به بیمه های مسافرتی هست، ولی تراول اینشورنس الزاماً نیست و می تونیم به سه دسته تقسیم کنیم. همونجور که در برنامه های قبل راجعش صحبت کردیم، افرادی که وارد کشور میشن به شکل‌های مختلفی قطعاً با ویزاهای مختلف وارد میشوند و افرادی که قصد مسافرت به کشوری خارج از کانادا رو دارند. حالا این بیمه‌های مسافرتی میتونه داخل کشور برای یک فردی که رسماً پی آر کارت داره یا پرمننت رزیدنت به عبارتی اقامت دائم داره یا اینکه سیتیزن هست و نهایتاً به کشور دیگه و کشورهای دیگه مسافرت میکنه. یه بخش از فعالیت ما هم در مورد افرادیه که در بخش بیمه تراول، بیمه مسافرتی از هر گوشه ای از دنیا به گوشه دیگری از دنیا میروند. این بخش بخشیه که باز فعالیت شرکت ما هست. این نکته بسیار مهمیه. پس اونهایی که بیننده برنامه ما هستند و در اقصا نقاط دنیا هستند، فارسی زبانها که برنامه ما رو میبینن، به نظرم میادش که مختص فقط ایرانی ها هم نیست. ایرانی های عزیز، ما با فارسی زبان های زیادی در سراسر دنیا در تماس هستیم. به تبع این بخش حائز اهمیت برای اون دسته میتونه باشه که از هر نقطه ای از دنیا به نقطه دیگه میتونن بیمه بگیرن. این که میگم فارسی زبان ها، چون برنامه‌مون به زبان فارسی هست، میگم فارسی زبان ها الزاما بیمه، خب ما براش محدودیتی از نظر زبان نداریم. نکته دیگه در بخش بیمه های مسافرتی که تمام مواردی بود که عرض کردم که از خانواده بیمه های مسافرتی است ولی اسمای متفاوتی داره و عملکرد متفاوتی داره، حتی برمیگرده به نشنالیتی و مکانی که فرد زندگی میکنه یا پاسپورتی که داره، بیمه هایی که مربوط به اینترنشنال استیودنت یا بیمه های تحصیلی هست. نکته خیلی خیلی مهمیه. گاهی افراد میتونن ویزایی داشته باشن که ویزای دانشجوییه. این فرد گرچه میتونه از خانواده بیمه ویزا تو کانادا بیمه اختیار کنه، ولی وقتی که بیمه دانشجویی اختیار میکنه یا بیمه تحصیلی اختیار میکنه، میتونه از پوشش و خدمات بیشتری برخوردار بشه و بعضن هم اینجوری میتونه باشه که میتونه قیمت مناسبتری هم اختیار کنه، حتی میتونه همسرش رو مورد پوشش قرار بده و احیانا اگر بچه ای دارن بچهش مورد پوشش قرار بده. این که خیلی خلاصه وار این مطلب رو عرض کردم، خواستم به مواردی باز اشاره کنم که از خانواده بیمه های مسافرتی، تکرار میکنم، ما بیمه هایی داریم که افراد وارد کشور میشوند، این بیمه از خانواده بیمه مسافرتی ولی بیمه مسافرتی نیست، متفاوته عمل کردش. پوششش میتونه تا مبلغ 300 هزار دلار باشه، چیزی که عرف هست اختیار کردن برای افرادی که ادالت هستن مبلغ 100 هزار دلار پوشش هست. بعضن
افراد این رو تا 50,000 دلار هم ممکنه بخوان کاهش بدن. مسلما رابطه نرخی با توجه به سن، شرایط هلسی و خدمت شما عرض شود طول زمانی هستش که بیمه اختیار میشه. در بیمه های مسافرتی به معنای travel insurance، آنهایی که از کانادا در واقع قراره به داخل کانادا و یا خارج از کشور مراجعه داشته باشند، این بیمه طبق آنچه که دولت مقرر کرده برای شرکت های بیمه مبلغ 5,000,000 دلار کاوریجه. پس میبینیم که نرخاشون متفاوته، پوشششون متفاوته، سیاست های صدور بیمه هم متفاوت میشه، نوع سوال هایی که میشه متفاوت میشه، احیانا طول زمان مسافرت میتونه نقش بزرگی داشته باشه. خیلی خیلی مهمه که وقتی بیمه میگیریم با یک مشاور معتبر و در واقع با شخصی که تخصص داره در این زمینه صحبتی داشته باشیم، مشاوره‌ای داشته باشیم و بذاریم کارشو به درستی انجام بده. شرکت ما این آمادگی رو داره، قبل از هر چیزی یک مشاور خوب برای شما عزیزان باشه در خصوص انواع بیمه ها از جمله خانواده بیمه های مسافرتی. لطفاً به یه میان برنامه توجه بفرمایید تا در ادامه خدمتتون مطالبی رو عرض کنم. How wide does it have to spread before you take notice? Protect yourself with Inchafin Insurance. در ارتباط با بیمه مسافرتی برای افرادی که مسافرت میکنن از اقصی نقاط دنیا به جای دیگری، نه الزاماً کانادا، نکته مهمیه. بیمه هایی که کشور کانادا صادر میکنه برای بیمه های مسافرتی به این گونه هستش که خب یک فرد میتونه از کانادا به هر جای از دنیا بنا به سوال هایی که اون شرکت بیمه خواهد داشت بیمه اختیار بکنه. ولی اگر یک فردی از ایران میخواد بره به فرض ترکیه چه کار میکنیم؟ مسلما دیگه بیمه کانادا نمیتونه جوابگو باشه. مسلما شرکت ما در این بخش پروداکت های متنوعی داره که ما به لحاظ لایسنس های مختلفی که داریم بیشک قبل از هر چیز، همونجوری که در قبل از میان برنامه عرض کردم، این امکان رو داریم که یک مشاوره خوب بدیم. بیمه های نظیر لویدز لندن در امکان ما هست که بتونیم از پوشش اون برای افراد در اقصی نقاط دنیا استفاده بشه. فردی که از ایران میخواد اروپا بره، مسلما دیگر بیمه کانادایی جوابگو نیست. از این که این مطلب رو عرض میکنم چون مسلما یک سری از بیننده های ما ساکن کانادا هستن، توی جی تی ای حضور دارن و برنامه ما رو میبینن و هستن افرادی که چون شبکه تصویر ایران مختص به لوکال و نورس امریکا فقط نیست، در اقصی نقاط دنیا دیده میشه و ما افرادی رو داریم که وقتی برنامه رو میبینن و با ما تماس میگیرن میبینیم که از خارج از در واقع قاره امریکا تماس میگیرن و به تبع برای اون دست از افراد این نکته رو قابل عرض هست، قابل بیان هستش که شرکت ما توانایی رو داره با توجه به لایسنس هایی که داریم بتونیم بهترین سرویس رو در اختیارشون از بهترین شرکت های بیمه دنیا در اختیارشون بذاریم. نکته بسیار مهم اینه که قبل از سفرتون بیمه اختیار کنید. در حین سفر باز میبینید که سیاست های بیمه میتونه متفاوت باشه و این نکته بسیار مهمیه. گاهی افراد وقتی که در واقع مسافرت میکنن باید به نکاتی هم توجه کنند. این نکات در واقع در هفته پیش مسلما اگر اونهایی که در جی تی ای در تورنتو ملاحظه میکنن، دنبال میکنن مقالات ما رو در هفته نامه ها به نام واکسیناسیون و سفر به نشر رسیده توسط شهروند، مجله هفته نامه شهروند. ولی شما همین لحظه هم میتونید به وبلاگ ما سری بزنید، coverforyou.ca، مطالب رو همیشه و در همه حال و در همه زمان میتونید ملاحظه کنید.
صحبت هم واکسیناسیون بوده. خیلی وقتا وقتی وارد یک کشوری میشیم باید از قبل واکسن مربوطه رو بزنیم اگر ما نیازمندیم. گفته شده و توسط کارشناسا که قبل از سفرهای طولانی مدتی که داریم، خصوصا به کشورهایی که مورد نظر هست، 6 هفته قبل از مسافرتمون پزشک معالجمون و پزشک خانوادگیمون رو ببینیم. توجه داشته باشیم واکسیناسیون تو هر سنی برای مواردی میتونه در واقع امکانش باشه و درست هست. چرا؟ که میخواییم سیستم ایمنسازیمون رو قوی کنیم، یه مروری داشته باشیم و احیانا طبق مفادی که گاورمنت دولت کانادا حتی پیشنهاد میکنه و توصیه میکنه اونها رو نادیده نگیریم. ارزیابی از شرایط سلامتی ما و آماده سازی برای یک مسافرت بی درد سر و با آرامش نکته بسیار مهمیه که بایستی از قبل برنامه‌ریزی کنیم، نذاریم دقیقه 90. گرچه ما اپلیکیشن هایی داریم و این امکان رو آنلاین داریم، برای اون دسته از عزیزانی که میخوان وارد وبسایت ما میتونن بشن، آنلاین حتی خرید کنن، پرچیز کنن، ولی اطلاعاتی هست که باز اگر با ما مشاوره میکنند و در یک فرصت مناسب هم این کار رو میکنند، این امکان هست که بتونیم ملاحظاتی رو و دقت نظرهایی رو داشته باشیم که مسلماً اون میتونه به نفع شما عزیزان باشه. پس به عبارتی coverforyou.ca همینجور که در پایین برنامه همون ملاحظه میفرمایید میتونه شما بهش اکسس بشین و آخرین مطالب ما رو ببینید. اونهایی که در سوشال میدیا نظیر فیسبوک، لینکدین، تویتر، تلگرام، وایبر و گوگل، گوگل پلاس، یوتیوب علاقمند هستن میتونن همین برنامه های ما رو، همین مقالات ما رو به صورت نوشتاری و به صورت تصویری دنبال بکنن. واکسیناسیون هایی که هم توصیه میشه یا به عبارتی واکسن هایی هم که توصیه میشه با توجه به مقصد مسافرت میتونه بعضا متفاوت باشه، چه در ارتباط با آبله و با دیفتری، آنفولانزا و نظیر اینها، خصوصا هپاتیت A و B. اینا نکاتیه که بد نیست بهش توجه داشته باشیم. تکرار میکنم 6 هفته قبل از مسافرتمون به این نکات توجه کنیم. دیگر مطلبی که فکر میکنم در واقع در بخش تخصصی ما، یعنی در بخش هلس سلامتی، از خانواده تراول یا بیمه های مسافرتی، همجور که عرض کردم سه بخش اصلی بیمه های مسافرتی به داخل کشور و خارج کشور و بیمه های ویزیتور به داخل کشور با توجه به شرایط مختلف و همینجور بیمه های اینترنشنال استیودنت یا بیمه های تحصیلی، مواردیه که دیده میشه افراد به سنین پایین یا سنین بسیار بالا یا فقط به یک موردی که احساس میکنن ریسکی و خطری رو پیشبینی میکنند در واقع یا مطمئن هستند در واقع میرن سراغ بیمه. شاید بهتر باشه این رو در نظر بگیریم. اتفاق زمان و ساعت نداره و اینجور نباشه که ما فکر کنیم که برای یک فرد یا یک شرایط خاص به وجود میاد. درسته از نظر ریسک پذیری مسلماً یک بچه یا یک کسی که سنش بالاست از درجه ریسک بالاتری برخورداره، ولی توی تجربه لااقل نزدیک به 15 ساله من دیده شده فردی که پیشبینی میشده داره ریسک بالاتریه براش اتفاقی پیش نیفتاده و اون فردی که ریسک کمتری داشته براش اتفاقی پیش افتاده. فقط اون موقع ما خوشحال بودیم که و هستیم که اون فرد این در واقع درایت و این پیشبینی رو کرده و همینجور که رو اسم بیمه هست خواسته موجب آرامش خودش و خانواده و عزیزانش باشه و اون هم اختیار کردن به موقع.